مهندس درویش عزیز، شب شما بخیر. درود بر شما، قربون شما برم. شما خوبی؟ امیدوارم خوب و خوش باشید. الحمدلله شکر خدا. و امیدوارم دوستانی هم که امشب قرار است صحبت‌های خوب شما رو بشنون، احوالشون خوب باشه و با شنیدن حرفای خوب شما در حوزه محیط زیست بهتر هم بشه. منم همینجور انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم هم دیگه. سلامت باشید. اگر صحبت ابتدایی چیزی دوست دارید بگید، من در خدمتتون هستم تا بعد بریم سراغ موضوع گفتگو. خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنانی که صدا و تصویر ما رو میشنون. خوشحالم که از طریق امواج مجازی اومدیم سراغ خونه زیبا و خاطر انگیزی که یه دفعه با هم رفته بودیم، حرکت انسانی. خیلی جای زیباییه، انشالله که هموطنان ما بتونن بیان اونجا رو از نزدیک ببینن. سلام هم عرض میکنم به همه دوستانی که در این جمعیت ارزشمند دارن خدمت میکنن و امیدوارم که حاصل این گفتگوها بتونه به اطلاع حرکت انسانی کمک بکنه. از همینجا هم به همه هموطنای عزیزم در دیار فردوسی عزیز سلام مخصوص میرسونم. سلامت باشید. خب این ساختمون که از اون جایی هست که آقای مهندس من هر وقت میام حالا خوب میشه، یعنی معماری که این ساختمون داره یک غنیمت به نظر من در شهر مشهد و انشاءالله دوباره بازم در خدمت شما باشیم. خب بریم سراغ پرسش هایی که من تو ذهنم هست. قرار هست از ماجرای فقر و محیط زیست حرف بزنیم و احتمالا الگوهای خوبی که شما دارید و این الگوها میتونن کمک بکنن به این که ما این ماجرا رو یه مدیریت بهتری در کشورمون داشته باشیم. در بارش اگه موافق باشید با این پرسش شروع بکنیم که چه نسبتی بین فقر و محیط زیست وجود داره تا بعد برسیم به صحبت‌های دیگه. بله، خب من اولش بگم برای بچه هایی که از طریق صفحه من دارن وارد میشن که من دارم با یکی از فرهیختگان ارزشمند کشورمون صحبت میکنم، آقای عباس علی سپاهی یونسی. نویسنده هستن، خبرنگار هستن، تولید محتوا میکنن، یک خیر هستن و یکی از قدیمی ترین در واقع اهالی قلم هستند در استان خراسان رضوی. الان هم همچنان فکر میکنم در روزنامه قدس همچنان ادامه میدید دیگه، درسته؟ بله. فکر میکنم بیش از 50 تا در واقع کتاب شما منتشر کردید تا حالا، درسته؟ بله. به حال این همه در حقیقت فروتنی همش به خاطر دانش بیش از حد شماست و منم افتخار میکنم. محل زندگی حسین داستان نما در مرودشت فارس هرگز فراموش نمیکنم. یه الگویی که میشه امشب راجع به اونم صحبت کرد. بله همینطوره. حقیقت ماجرا اینه آقای یونسی عزیز که ما مطالعات زیادی انجام شده تو دنیا در رابطه با موضوع فقر و محیط زیست و نسبتی که این دوتا با هم دارن و اکثر این مطالعات به این نتیجه رسیدن که یک رابطه مستقیم خطی به صورت پایدار و همیشگی بین فقر و محیط زیست نیست. یعنی که درسته که هر قدر فقر بیشتر باشه خسارت بر محیط زیست بیشتر میشه، اما این گونه نیستش که اگه از یه حدی فقر بیش از حد بشه و یا اگر اینکه تا یه حدی فقر کم بشه ممکنه که باز خسارت ها تغییر بکنه. اگه بخوام شفاف تر بگم اینه که جامعه‌ای که در واقع درآمد مردمش کمتر از روزی یه دلاره
خسارت کمتری به محیط زیست میزنه تا جامعه‌ای که درآمد مردمش کمتر از روزی 2 دلاره، ولی جامعه‌ای که درآمدی اصلا کلن نداره خسارتی که به محیط زیست میزنه باز کمتر از مردمیه که درآمدشون روزی 1 دلاره. و اینها مسائل بسیار ریزیه که پروفسور اونایاتو که مشاور سازمان ملل هم بوده سالها و ژاپنیه، تو پژوهش مفصلی که سالها طول کشید روش تاکید میکنه و این پژوهش رو دوستان میتونن در واقع در اینترنت هم پیدا بکنن، خوشبختانه ترجمه هم شده. و حرف اصلیش اینه که اگر که جامعه از شدت فقرش کم بشه تا یه حدی این کاهش شدت فقر میتونه به تخریب بیشتر محیط زیست بیانجامه، مگر اینکه کاهش شدت فقر مجالی ایجاد بکنه برای مردم تا به ارتقاء دانش خودشون کمک بکنن. یعنی اون ثروتی میتونه به حفظ محیط زیست بیانجامه که منجر به ارتقاء دانایی بشه، ثروتی که سبب بشه اون کشاورز به جای استفاده از گاو و گوسفند سوار پراید و جیلیکس بشه، هرگز نمیتونه منجر به ارتقای تاب‌آوری سرزمینش بشه. ما یه اشتباهی که در طول این چند دهه اخیر کردیم این بود که میامدیم به کشاورز نمونه مثلا یه پراید جایزه میدادیم، یا اینکه در واقع میرفتیم برای روستاهامون امکاناتی رو فراهم میکردیم تا اون روستاها بیشتر شبیه شهرها بشن، مصرفگرا بشن. الان وارد روستا هم میشه اونها هم نون لواشی رو میخورن که ما توی شهرها میخوردیم، اونها هم میرن شیر پاستوریزه میگیرن. و توی روستاها هم شما با اصطلاح سوپرمارکت و هایپرمارکت آشنا هستید و اینترنت پرسرعت و این داستانهایی که باعث میشه که روستایی ها هرگز اون واحد تولیدگر دیگه نباشن و تبدیل شدن به یک واحدهای کوچک مصرف کننده و در نتیجه تخریبشون بیشتر شده و ارتباطشون کم شده و خیلی از مناطق روستایی ما الان به جایی رسیده که آرزوش اینه که بیشتر شبیه شهر بشه، آسفالت بشه، همه امکاناتی که تو شهرها هست اونجا بیاد، بدون اینکه فهم بومشناختی که لازمه برای اینکه تغییر اتفاق بیفته اتفاق بیفته. این نکته رو برای این گفتم که برخی از تلاشایی که برای مبارزه با فقر به اصطلاح انجام شد در طول چند دهه اخیر نه تنها نتونست به بهبود کیفیت و تاب‌آوری سرزمین کمک بکنه، بلکه در واقع میل به مهاجرت رو در بین جوانان روستا افزایش داد و روستاها رو تبدیل کرد به یک خوابگاه‌هایی برای اقامت شب و فقط یه چند تا پیرزن و پیرمرد توی اون روستا موندن. کسی نبود که گیریم بافی رو ادامه بده، نمد بافی رو ادامه بده. صنایع روستایی آروم آروم از رونق افتاد و جوان‌ها همش فکر می‌کردن که رفتن به سمت پیگیری شغل پدر و مادرشون نوعی هدر رفت وقته و اینها به خاطر این بود که ما یک سری اطلاعاتی رو به روستاها بردیم که اصطلاحا از این اطلاعات با عنوان زباله های اطلاعاتی یاد میشه. اونها نتونست در واقع به بهبود حال خوب مردم روستا و اینکه مردم روستا از اینکه اهل فلان روستا هستن افتخار بکنن، بلکه حالشون رو بدتر کرد تو مقایسه هایی که براشون ایجاد کرد. فرهنگی و تنوع اقلیمی که ما در این کشور متنوع داریم شکل گرفته باشه و بیاد بر اساس این حاکمیت بخشیدن و رسمیت بخشیدن به این تنوع فرهنگی در واقع اجازه بده تا بچه‌ها عاشق سرزمینشون بشن، عاشق فرهنگشون بشن، یک تیپ آموزش روتین
بدون انعطاف رو برای همه 31 استان کشور ارائه کرد و به اونها گفتش که چگونه شما میتونید تست بزنید در کسری از ثانیه تا شاگرد اول بشید، بدون توجه به اینکه از چه پس زمینه فرهنگی و تاریخی برخوردارید و در چه سرزمینی زندگی میکنید با چه تنوع زیستی خارق‌العاده‌ای. و اینها باعث شد که بچه های ما از سرزمینشون بیگانه بشن و اتفاقات ناخوشایندی که افتاد. پس بنابراین اینا رو گفتم که اگه میخوایم الان با هم دیگه مثال های بزنیم از جاهایی که شاید از نظر شاخص های توسعه انسانی، از نظر تولید جی دی پی وضعیت خوبی نداره، فقیره، اما مردمش سزاوارانه دارن از طبیعتشون پاسداری میکنن، این برمیگرده به موضوعی فراتر از تولید پول معمول که برای ما مهمه. هستن آدم هایی که شاید ثروت مادی درخوری ندارن اما مزیتشون برای سرزمینشون به مراتب بیشتر از بسیاری از ثروتمندانه، ولی این یک اصل خدشه‌ناپذیر نیست و استثناءاتی همیشه توش وجود داشته. فکر میکنم خود شما به عنوان آدمی که خیلی از جای ایران رو رفتید، خیلی از جاها رو با دوچرخه حتی رکاب زدید، یادمه که یک بانوی رو در کردستان باهاش آشنا شده بودید، خود حسین داستان نما رو شما اول به ما معرفی کردید و به هر حال با مردم کف خیابون در ارتباط هستید. فکر میکنم با مهرعلی هم شما آشنا هستید در همین بله. و این خودتون در واقع با پوست خونتون متوجه هستید که با مردمی آشنا شدید که اون مردم شاید از بضاعت مادی آنچنانی برخوردار نیستن ولی عمیقا سرزمینشون رو دوست دارن و دارن تلاش میکنن برای ارتقاء ژینایی اون سرزمین. درست میگم؟ بله. آقای مهندس، ما یه وقتی یه جاهایی با یه آدم‌های روبرو میشیم، مثلا کسی مثل حسین داستان نما، خب یه پیرمرد روستاییه که سواد هم نداره ولی این به نظر من یه دانایی داره، یعنی یه فهمی داره، این فهم خدادادی داره که اینو با داشته به این که 32 سال یا 30 سال برای حیوانات در کوه آب ببره. یه سری این آدم ها هستن و یه سری آدم هایی هستن که میتونن تبدیل به حسین داستان نما بشن و ما باید چیکار بکنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم که حسین داستان نماها رو زیاد بکنیم؟ یا کسی مثل مهرعلی یا کسی مثل مسعود نبی دوست که کنار مهرعلی هستن، یا یه دوستی بود که الان من فامیلش از ذهنم پرید، در بشرویه در خراسان جنوبی، این کارش این بود که نمک برداشت میکرد ولی در این حال اونجا کلی درخت کاشته بود و برای من خیلی جالب بود، کسی که با اون سختی داشت زندگی میکرد کسی هم ازش نخواسته بود. چجوری میتونیم این آدمها رو تکثیر کنیم در کشور ما؟ ببین، یکی از کاراش اینه که قصه این آدمها رو بتونیم روایت بکنیم. ما نیاز به یه سری آدم قصه‌گو داریم. خود شما یه آدم تیپی که قصه‌گو هستی، هم تو کتابات، هم تو اشعارت و هم تو تولید محتوایی که توی روزنامه می‌کنی داری به نحو احسن این اتفاق رو رقم می‌زنی. مردم باید با حسین داستان نماها آشنا بشن، باید با سعید انصاریان ها آشنا بشن، باید با علی نصیری ها آشنا بشن، باید با عادل سالاری ها آشنا بشن، باید با لیلا اخلاصی ها آشنا بشن، باید با محبوبه ها آشنا بشن و با خیلی از مردمی که بی‌منت در گوشه گوشه این کشور دارن تلاش تونستن کارهای بزرگی انجام بدن، پرچم امید رو تو منطقهشون برافراشتن. خود آشنا شدن مردم با این افراد بهشون در واقع انگیزه میده. همین سعید انصاریان، جوونی که در منطقه کوهگیل و بویراحمد تونسته بزرگترین منطقه حفاظت شده مردمی رو شکل بده، سبب شده سنجاب‌ها دوباره به منطقه برگردن، خرس قهوه‌ای برگرده، روباه‌ها برگردن،
زاگرس دوباره نفس بکشه، جنگلی با نام جنگل خرد و امید رو در واقع تأسیس کردن، اسم‌گذاری کردن، باعث شده تا من خودم ده ها پیام از جوانهای مختلف دریافت میکنم که آقای درویش چه اتفاقی افتاد که سعید اونجوری موفق شد، شما هم به ما کمک بکنید مثل کمکی که به سعید کردید، ما هم میخواییم تو شهر خودمون، تو روستای خودمون همین نهضت رو ادامه بدیم. و اینها همه به خاطر اینه که ما اومدیم و قصه سعید رو به درستی روایت کردیم، صدا و سیما رفته اونجا سریال ساخته بر اساس قصه سعید، مجموعی به نام امیدبان که به زودی در واقع پخش میشه، ده ها گزارش خبری منتشر شده، بخشای خبری ما در مورد روستای الگن گزارش منتشر کردن، تا اونجایی که معاون وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بلند میشه میره روستای الگن رو میبینه و این روستا در یکی از محرومترین مناطق کشور که در کنار دیشموک قرار گرفته که متاسفانه آمار خودسوزی دختران توش بالاست، تونسته به عنوان یک روستای شاخص فرهنگی ثبت ملی بشه، همش و همش به خاطر در واقع هم عزم و اراده خود سعید انصاریان و یارانش بوده و هم این که به خوبی این ماجرا تونسته روایت بشه برای کشور تو رسانه‌های مختلف، تو تریبون‌های مختلف، از ابزار شبکه اجتماعی خوب استفاده شده تا تونسته سعید انصاریان پرچمدار امید در ناامیدترین بخش سرزمینمون بشه. قصه حسین داستان نما و کمکی که مردم جمع کردیم، ما خودمون دوتایی رفتیم اونجا براش باطل خریدیم، همینه. یعنی اگر ما از ابزار شبکه اجتماعی استفاده نمی کردیم که چنین اتفاقی نمی افتاد. یکی از کارهایی که آموزش پرورش باید بکنه همینه که به بچه ها یاد بده چگونه میتونن تبدیل به آدم هایی روایتگر و قصه‌گو بشن، به جای اینکه ما فکر کنیم بچه هامون وقتشون داره هدر میره، بعد به سرعت اونها رو بذاریم کلاس های زبان های مختلف و آلات موسیقی یاد بگیرن، اجازه بدیم که تو طبیعت در واقع عشق بکنن و قصه های طبیعت رو لمس بکنن و این قصه ها رو بتونن تعریف بکنن، عاشق سرزمینشون بشن. یکی از دلایلی که سعید انصاریان اونقدر دلبسته سرزمینش بود که خونه و کاشانه خودش رو در خیابان ظفر تهران رها کرد و برگشت دوباره به روستای آبا و اجدادیش، به خاطر خاطره های خوبی بود که از دوران کودکیش تو ذهنش داشت و دلش نمیخواست اون روستا و اون خاطره های خوب رو از دست بده. درسته. و یه نقطه ای که آقای مهندس درباره آدم های مثل سعید یا مهرعلی و حسین داستان و دیگران برای خود من جالب هست، این هست که اینا اهل غر زدن نیستن، اهل این که نگاهشون به بودجه دولتی باشه نیست، اهل این نیستن که برن در فلان اداره رو بزنن و یعنی با این نگاه کار رو شروع کنن، نه به یه فهمی رسیدن، به یه نقطه رسیدن که فکر کردن و سهم خودشون یک کار رو آغاز بکنن و از این جهت هم کار این دوستان خب خیلی ارزشمنده. تا اینکه ما بگیم خب من برم از جهاد یا نمیدن از فلان نهار باید این پول رو بگیرم بعد برم یک کار رو شروع بکنم. اتفاقا خیلی نکته درستی رو گفتی. بعضیا مثلا با من تماس میگن که آی درویش همونطوری که از سعید حمایت کردی بیا از ما هم حمایت کن، ما هم میتونیم همون کارو بکنیم. میگم آخه ما چه حمایتی کردیم؟ اصل کار در واقع سعید بود. سعید توی مثلا پرورش بلوط‌ها اگر سوال فنی داشت ما اون رو هدایت کردیم. ویژگیشون اینه که به هیچ وجه اهل غر زدن نیستن، اونها یا راهی رو پیدا میکنن و اگر راهی رو نتونستن پیدا بکنن یه راهی رو میسازن و این مهمترین ویژگی یک کنشگر مدنی در حوزه های مختلف از جمله حوزه محیط زیسته. شما اصلا زندگی آدم های موفق رو بخونید، مهمترین ویژگی آدم های موفق اینه که تقصیر شکست های خودشون رو گردن کسی نمیندازن، نه گردن آدم های حقیقی و نه گردن شخصیت های حقوقی.
بلکه میگن که حتما خودمون در یه جایی از فهم لازم، از دانش لازم برخوردار نبودیم که شکست خوردیم. اما خود اون شکست رو اینگونه معنی میکنن که یک راهی رو پیدا کردن که به موفقیت منتهی نمیشده. یعنی شکست رو نوعی کشف ترجمه میکنن و از اون شکست تجربه میکنن، اندرز میگیرن برای اینکه حالا راه دیگری رو برن که بتونه اونها رو به هدفشون برسونه. نگاه توست که رنگ دگر دهد به جهان که فریدون مشیری عزیز میگه، دقیقاً مصداقش توی همین آدمهای موفقی هستش که وجود داره. خود آقای مثلا علی نصیری در منطقه پاقلات در لامر، شهرستان لامر در جنوب استان فارس، یه تکنیسیان ساده تعمیرکار لوازم الکترونیک بوده تو روستای خودش و یه روزی به این نتیجه میرسه که خب تعداد مراجعه کنندگان بهش داره کم میشه، برای اینکه همه دارن روستا رو ترک میکنن، جوونا میگن دیگه کار نیست و گرد و خاک داره زیاد میشه و ما داریم روستا رو ترک میکنیم. و اون به این نتیجه رسید که به جای اینکه فقط نامنگاری کنه که آقا مثلا روستای ما مرغ کمنزیل داره، خیلی ارزشمنده، داره از بین میره، جنگل‌های کنار و کهور داره، داره از بین میره، تعداد دام زیاد شده، عشایر به شکل بی‌مبالاتانه‌ای دارن مایملک محیط زیستی روستا رو از بین میبرن، بیاین به داد ما برسین، خودش مردم روستا رو جمع میکنه، براشون توضیح میده که ما باید خودمون به داده خودمون برسیم، پولاشون رو جمع میکنن، یه پاسگاهی میسازن به عنوان پاسگاه محیطبانی در پاقلات، از همه میخوان که بهشون بگن که چقدر وقت دارن که بیان از این پاسگاه نگهداری بکنن، برای حیات وحش منطقه میرن در ارتفاعات، یک دبه‌های بزرگ 2000 لیتری به رنگ سفید طراحی میکنن، توش آب اونجا میریزن، چون پاقلات منطقه بسیار گرمیه، تا 50 درجه دما میرسه، یه جاهایی این دبه ها رو میذارن روش خار و خاشاک میریزن که آفتاب نخوره، با استفاده از همین لوله های کولر، لوله های باریک کولر، آب و هدایت میکنن به یک در واقع سینی هایی با عمق کم و توش یه شناورهایی قرار میدن از همون شناوره از جنس کولر، که ارتفاع این آب کم باشه برای اینکه اگه یک حشره یه زنبوری خواست بیاد آب بخوره غرق نشه، براش مشکلی پیش نیاد، پرنده ها به راحتی بتونن بیان آب بخورن و آب خنک بخورن. و این سینی رو در زیر تخت سنگ های کار گذاشتن که آفتاب مستقیم بهش نخوره، که نه تبخیر بشه و نه آبش داغ بشه. با شکارچی ها رفتن صحبت کردن که چرا ما باید مرغ کمنزیل رو حفظ بکنیم، اگر این مرغ زیاد بشه میتونه با آفات مقابله بکنه، میتونه جلوی حمله ملخ‌ها رو بگیره، میتونه کرم خرات رو کنترل بکنه و پس به نفع محصولات ما هست. این مرغ با صدای زیبایی که داره حال مردم رو خوب میکنه، این مرغ فضله‌هاش که روی زمین میریزه میتونه حاصل خیزی خاک رو زیاد بکنه و تو تالاب نزدیک پاقلات وقتی میریزه میتونه غذا برای ماهی‌ها باشه و درآمد صیادی رو افزایش میده. همه اینها، این توضیحات باعث شد که همه دست به دست هم بدن کمک بکنن، از تعداد دامشون کم کردن، کندوداری رو ارتقا دادن، چون در واقع منطقه رو قرخ کرده بودن، پوشش علفی افزایش پیدا کرد، غذا برای زنبورها بیشتر شد، آبم برای زنبورها فراهم کردن، جنگل‌های کنار هم بود، یه عسل مرغوبی تولید کردن، بیش از 700 میلیون تومان درآمد داشتن، هم سرزمینشون احیا شد، هم مرغ کمنزیل احیا شد. ده ها گروه سینمایی تصویر برداری اومدن از موفقیت های مردم در پاقلات فیلم برداری کردن، سریال ساخته شد. حالا از روستاهای اطراف میان سراغ همون علی نصیری که علی به ما بگو که ما چجوری موفق شدیم، شما چجوری موفق شدید، راهش رو به ما هم یاد بده تا ما هم موفق بشیم. تازه اون موقع است که آدمای دولتی بلند میشن میرن اونجا و
و اون کار آخر انجام میدن، یه لوح تقدیر بهش میدن، کاری نمیکنن. تازه اون آدمای دولتی هستن که یاد میگیرن که ا پس میشه تو این شرایط کار کرد. دانشجوهای ما به جای اینکه فقط با سرچ اینترنتی و مرور کتابهای بیگانه فکر کنن که میتونن مهندس بشن، میتونن دکتر بشن، باید اونها را هدایت بکنیم به یه همچین جاهایی تو کشور تا اونها یاد بگیرن که این مردم ما با وجود غلبه فقر بر منطقه شون چقدر آدم های ثروتمندی هستن به مفهوم واقعی کلمه. اونها فهم عمیقی از سرزمینشون برخوردار شدن، عاشق سرزمینشون بودن و پیوند بین فهم و عشق میتونه به تجربه‌ای منجر بشه که میتونه معجزه بکنه. این معجزه رو ما در الگن شاهدش هستیم، در گلچشمه در منطقه چهارمحال بختیاری شاهدش هستیم، در همین استان شما در دیزباد بالا شاهدش هستیم، بله، و در خیلی از جاها حسین آباد سربیشه شاهدش هستیم، در منصور آباد رفسنجان شاهدش هستیم، در کلمرز شاهدش هستیم. و فقط کاری که ما باید بکنیم، مایی که رسانه داریم، تریبون داریم، حرفمون دیده میشه، شنیده میشه، اینه که این قصه ها رو روایت بکنیم، مدام در موردشون صحبت بکنیم، آدم های پرنفوذی که با ما آشنا هستن اونها رو هدایت بکنیم که بیان دست اینا رو بگیرن و در واقع این روند موفقیت رو افزایش بدیم. این جو ناامیدی که نمیشه کار کرد، نمیفهمن رو در واقع پاره کنیم. درسته. من قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، یه نکته راجع به بحثی که شما خوب هم دربارش صحبت کردید به ذهنم رسید. اینکه خب اول ما باید خودمون کار رو شروع بکنیم و اینو من هم خودم به این رسیدم و هم دیدم بین دوروبریان. وقتی آدم کار رو شروع میکنه دیگران هم میبینن اون کار رو، یعنی حتی اگر شما نخواسته باشی. من مثلا الان به ذهنم رسید، من یه دوستی دارم آیه عبدالحکیم بهار، ایشون در روستای رمی در سیستان و بلوچستان نزدیک چابهار زندگی میکنن. خب ایشون چند سال پیش فکر کنم سال 83 میاد یه تعداد کتابایی که خودش خونده، بچه‌هاش خوندن، چون در حوزه ادبیات کودک هم فعال هستن، میبره مدرسه روستا. بعد میگه اینا رو من میخوام بدم بچه‌ها میان کتابخونه بخونن. بعد مدیری که اونجا هست میگه آقا نه، اینا درسای خودشون هم بخونن، خیلی کار کردن. و خلاصه استقبال نمیکنه. آقای بهار برام میگفت من دیدم یه تعداد دانش آموز اومدن دور و بر من که آقا اینا چیه، میدی ما بخونی؟ میگه گفتم آره میدم ولی بیان خونم. خلاصه میگه یه اتاق خونمون رو تبدیل به کتابخونه کردم. الان آیه مهندس درویش اون کتابخونه که با چند نسخه کتاب راه افتاده، چند هزار کتاب داره، یه زنجیره ای شده در سیستان و بلوچستان که دوستان دارن کتابخونه درست میکنن، کار داوطلبی میکنن. و مهمتر این که آقای عبدالحکیم بهار شده نامزد یکی از معتبرترین جوایز ادبیات کودک در جهان، نامزد از طرف ایران معرفی شده در حوزه ترویج کتاب. اینو میخوام بگم، من در همین چند سال اخیر خودم یادم میاد که بارها و بارها وقتی خواستم مثال بزنم آقای عبدالحکیم بهار رو در حوزه ترویج کتاب مثال زدم. خب ایشون اصلا دوباره این حتما نیست که من مثال بزنم یا دیگران، اون کار خودش رو انجام داده، ولی کارمون انقدر خوب بوده که ما ناخودآگاه میشه الگو ما. یعنی منی که میخوام از کتاب حرف بزنم، از ترویج کتاب حرف بزنم، میگم خب شما اگه میخوان کار بکنید از آقای بهار یاد بگیرید، نیاز نیست که ساختمونی آنچنانی درست کنید، خدا تومن هزینه کنید میلیون ها تومن و بعد کلی کتاب همون اول چند هزار کتاب بیان اونجا بذاریم. نه، کاری که خود منم رفتم در روستای سرکلوکی انجام دادم، خب با 500 کتاب ترش مثلا 600 کتاب این الگو رو باز اونجا من بهشون گفتم ببینید شما باید خودتون به این برسید که از همین فضای مجازی استفاده کنید، بهترین ابزار هست، و خودتون این 500 کتاب رو تبدیل به 5000 کتاب بکنید.
اصلا دنبال این نباشید که بری از فلان اداره و بگید آقا ما کتاب بده. گفتم اگر شما خوب کار بکنید آدم های مختلف از نقاط مختلف ایران حتما برای شما کتاب خواهند فرستاد. و این کاریه که من فکر میکنم سعید انصاری هم همینو داره انجام میده، آقای نصیری هم همینو انجام میده و همه اونایی که ما میشناسیمشون. حالا من یه نکته دیگه به ذهنم رسید که ازتون بپرسم. شما خب آدم های مختلفی رو میشناسید که دارن در این حوزه کار میکنن در کشور ما، برای خودتون کار کدوم یکی از اینا جالب تر بوده آقای مهندس و چرا؟ خب آره انتخابش واقعا سخته به خاطر اینکه فاکتورهای زیادی رو ما باید توش لحاظ بکنیم. خود پیشینه فرهنگی اون منطقه، دشواری‌هایی که از نظر ادافیکی اقلیمی تو مناطق مختلف وجود داره، سطح فقری که تو منطقه وجود داره با هم دیگه متفاوته و این سبب میشه که دشواری کار بیشتر یا کمتر بشه و سبب میشه که اثر بخشی یک کار شاید کمتر یا بیشتر دیده بشه، در صورتی که ممکنه یه نفر زحمت خیلی زیادی میکشه اما به اندازه یه نهضت دیگری موفق نباشه، چون که خب اونجا خیلی شرایط سخت‌تره. یعنی ببین مثلا پیمان بازدیدی عزیز تو منطقه سقالکسار در جیلان تونسته یک روستای بدون زباله طراحی بکنه، در جیلانی که ما در واقع با بحران زباله روبرو هستیم، هر جایش میریم چشمنداز زیبای طبیعت با این زباله ها آلوده شده، پیمان یک کار بزرگی انجام داده. اما وقتی خب شما میری روستای سقالکسار رو میبینیم، این مردم متمولی داره، مردم نسبتا ثروتمندی داره به نسبت خیلی از مناطق محروم ما و احساس میکنی که خب با یه مقدار عشق و علاقه و اراده میشه واقعا این مردم رو تکون داد و ازشون خواست که بیان و تلاش بکنن، خودشون هم سرمایه گذاری کنن تا بتونه این روستا حرف برای گفتن داشته باشه. اما برخی از مناطق ما واقعا به شدت محروم هستن، تو مایحتاج اولیه‌شون گیر هستن و اونجا تحول ایجاد کردن خیلی سخته. یعنی جایی که مثلا سعید انصاریان داره کار میکنه واقعا جای محرومیه، شدت فقر توش بیداد میکنه، اصلا هیچ نوع اشتغالی وجود نداره و اونجا ما وقتی میبینیم که بزرگترین منطقه حفاظت شده مردمی شکل میگیره و بسیاری از مردم از اقصانقاط ایران که چی، از اقصانقاط جهان بلند میشن بیان اونجا رو ببینن، بسیاری از آرشیتکتای مهم ایران دارن کمک میکنن مثل آقای کاوه یا آقای علیرضا امتیاز که در واقع بافت قدیمی معماری روستای الگین احیا بشه، 50 نفر اشتغال ایجاد بکنن، تفکیک زباله از مبدأ اتفاق بیفته، مسیر برای دوچرخه سواری ایجاد بشه. اینا واقعا کارهای را انداخته، میزان استقبالی که ازش شده، شیوه تعامل خودش به عنوان یک شاعر، به عنوان یک جوان مستندساز که دقیقا از ابزاری که بلد بوده، رفته دانشگاه درسش خونده، داره استفاده میکنه برای ارتقای امید و آگاهی. برخی از ما رفتیم دانشگاه درس خوندیم و فقط رسیدیم به این که میوه درخت دانایی تلخ است و این تلخی رو به مردم خودمون انتقال دادیم، اما سعید رفت و این درس رو خوند و اتفاقا گفتش که اگه صبوری کنی زغوره حلوا سازی و اگر صبوری کنی و اگر آهستگی در واقع پیامت باشه مثل بلوط میتونی معجزه بکنی و این معجزه داره الان اتفاق میفته. کار مهمی که مهرعلی و در واقع دوستانش دارن در خراسان هم انجام میدن کار بسیار ارزشمندیه. من نمیخوام اون کارها رو در واقع
در سایه قرار بدم. هر کدوم از این عزیزان که از شهر کندن و رفتن توی منطقه‌ای که اونجا رو آباد بکنن کار بسیار مهمیه، کاری که آقای محمود کردی و دوستانش در دیزباد بالا دارن انجام میدن. هر سال شما فکر کن همه اهالی دیزباد هر جای دنیا باشن دور هم جمع میشن و برای دیزباد و بیاد دیزباد فکر میکنن و اندیشه هاشون رو روی هم میذارن. دیزباد اگه توی 100 سال اخیر فقط یه مورد توش قتل اتفاق افتاده اتفاقی نیست. دیزباد اگه شعار مردمش اینه که مبادا شکار، مبادا تبر بر درخت و بهار، محیط و زمین را نکو پاک داد، این اتفاقی نیست. از 1317 اونجا مدرسه وجود داشته، درس محیط زیست میدادن به مردم، به بچه ها درس زبان میدادن، به بچه ها فرهنگ رو براشون نهادینه کردن. اونجا 250 تا معلم بازنشسته داره و ما نباید فکر کنیم که یه شبه میتونیم معجزه بکنیم و اگر این معجزه اتفاق نشد ناامید بشیم. سعید انصاریان ها، محمود کردی ها، مهرعلی ها، علی نصیری ها هم روزهای بعد تو زندگیشون زیاد داشتن، اما انقدر به خودشون امیدوار بودن و انقدر باور داشتن که کوتاه نیومدن. الان همین محبوبه حسینی رو که من گفتم یک خانوم روشندلیه که اتفاقا یه سوژه خوبیه برای شما یه بری پیشش. کسیه که یه اقامتگاه بومگردی رو داره در یک روستای محرومی به نام کوروش آباد در قلمرو شهرستان ارسنجان اداره میکنه و غذاهای بسیار خوشمزه تهیه میکنه. تمام خانومهای روستا رو دور هم جمع کرده، کارگاهی شکل داده که گردشگرایی که میرن محصولاتشون رو به اونها ارائه میکنه. با اینکه روشندله و به صورت مادرزادم کور بوده اما ناامید نشده و از بقیه توانمندیاش استفاده کرده، کارآفرینه، چندین نفر رو آورده سر کار. خب محبوبه باید خیلی از ماها رو شرمنده کنه که چشمای بینایی هم داریم، سالم هم هستیم، اما همش زانوی غم بغل میکنیم و کاری انجام نمیدیم. و همین اخیراً از صدا و سیما اومدن سراغش که بیا رمز موفقیت تو برای ما بگو و اصلا خیلی الان بلند میشن برن اقامتگاه بومگردی کوروش آباد در ارسنجان که محبوبه رو ببینن و خود محبوبه تبدیل شده به یک جذابیت. خب ولی اگه برید تو خلوت محبوبه باش صحبت بکنی روزهای غم‌انگیز زیادی رو هم داشته، یه موقعی در اوج افسردگی بوده اما باور داشته به خودش. چخوف میگه که از میان هزاران نفری که به سمت دامنه ها حرکت میکنن برای دعای باران فقط تعداد اندکی با خودشون چتر میبرن، بقیه باور ندارن به درگیر شدن دعاشون. اما محبوبه ها، سعید انصاریان ها، لیلا اخلاصی ها، محمود کردی ها، مهرعلی ها، علی نصیری ها، آقای شجره در حاشیه رودخانه سرباز که آقای شجره، آقای بهار که گفتی، اینا آدم هایی هستن که با خودشون چتر بردن و میدونستن که دعاشون درگیر میشه. کاری که من باید بکنم، کاری که تو باید بکنی اینه که این آدم هایی که با خودشون چتر میبرن رو معرفی بکنیم به مردم تا تعداد این آدم های چتر به دست زیادتر بشه تو کشورم. درسته. یعنی در این ماجرا من فکر میکنم فرهنگ میتونه پادزهری باشه در مقابل نیش فقر بر محیط زیست کشورمون. دقیقا نمیتونه. بله. آقای مهندس، جوامع محلی، توانمندسازی جوامع محلی چقدر باز میتونه به تاب‌آوری سرزمین ما کمک بکنه؟ چقدر میتونه کمک بکنه به بهبود وضعیت و حال احوال محیط زیست؟ ببین هر قدر که ما آدم ها گفتیم. بله. خب این آدم ها حاصل در واقع یک عقل جمعی هن. یعنی یک بستری باید وجود داشته باشه. علی نصیری اگر موفق شده بالاخره توی یک منطقه رشد کرده که از یه بدنه اجتماعی حداقلی برخوردار بوده، براشون حرفای علی نصیری برای حفاظت از کمنزیل مهم بوده. سیروس انتخابی و یارانش اگر تونستن
در مهاباد یه تالابی رو به نام کانی برازان رو نجات بدن و از کشاورزا خواستن که بخشی از حقابه زمین‌های زراعیشون رو دوباره به تالاب برگردونه و اونجا رو تبدیل کردن به یه سایت برد واچینگ یا پرنده نگری و اون تالاب رو احیا کردن، یا سیروس زارعی که تونست کمجان رو نجات بده در استان فارس. اینا آدم‌هایی هستن که بالاخره از یه بستری بلند شدن، یک اعتماد عمومی اولیه وجود داشته. این تلاش برای توانافزایی جوامع محلی، تلاش برای ارتقای حداقل‌ها کمک می‌کنه که رسیدن به اون چیزی که من میگم موفقیت، رسیدن به اون چیزی که من میگم تاب‌آوری، جینایی، معجزه سریعتر اتفاق بیفته و ما بتونیم راحت‌تر با هزینه‌های کمتر، با اشک‌های کمتر، شادی‌های بیشتری رو تجربه بکنیم. همین اتفاقی که اخیراً در دیر افتاد، در بندر دیر، یه شهر 25,000 نفری کوچک که تقریبا نیمی از این مردم در دفاع از حفظ جنگل‌های حرا و تالابشون اومدن تو میدون، زنجیره انسانی تشکیل دادن، جلوی بزرگترین ثروتمندای استان ایستادن و گفتن ما اشتغال نمی‌خوایم، ما سایت تکثیر پرورش میگو نمی‌خوایم، ما تالابمون رو می‌خوام، ما جنگل حرامون رو می‌خوام. درسته که چند تا انجوی استخوندار توی منطقه وجود داشته، اما اون انجیو ها یه بدنه اجتماعی شکل داده بودن، اونها کارگاه های آموزشی برای مردم برگزار می کردن. شما تو دیر خانه تشکل ها داری، یه الان توی مشهد خانه تشکل ها وجود داره، تو خیلی از شهرهای بزرگ ما خانه تشکل ها وجود نداره، اما تو دیر وجود داره و این نشوندنده اوج شکوفایی در واقع توجه به فعالیت‌های مدنی که اتفاق افتاده و ما حاصلش رو دیدیم و همین دیروز دیدیم که بالاخره تونستن اینها جلوی این حرکت تخریبی رو بگیرن و یه گام موثر بردارن. موفقیت مردم در بندر دیر، قبلش موفقیت مردم در کوه بیرمی در خورموج، قبلش موفقیت مردم در واقع منطقه تنگستان برای جلوگیری از احداث یک پتروشیمی، قبلش در منطقه کوشکنار که اون ساحل زیبای بیرهو رو حفظ کردن، قبلش در منطقه میلکی، اینا همه نشوندنده اینه که روی سواد محیط زیستی مردمش به وسیله همین توانفزایی ها کار شده. این روستای میلکی خیلی روستای جالبیه در منتهای غربی استان هرمزگان. شما توی این روستا یه آدم سیگاری نمیبینید، یعنی اعتیاد که اصلا نمیبینید، حتی یه نفر که سیگار بکشه توی این روستا وجود نداره. احتمالا این روستا بی‌نظیرترین روستای تمام ایرانه و شاید جهان. یعنی شما چند تا آبادبوم میشناسید که حتی یه نفر توش سیگار نکشه؟ خب اینو کی باید معرفی کنه؟ چه اتفاقی افتاده که میلکی تبدیل شده به روستایی که توش کسی سیگار نمیکشه؟ شما اگر توی میلکی برید، یه کتابخونه توی این روستا هست که فقط کتابهای محیط زیستی داره. چند تا روستا سراغ دارید که فقط توی اون روستا کتابخونه داشته باشه و بعداً توی روستای میلکی کتابخونه اختصاصی محیط زیست وجود داشته باشه؟ شما روی دیوار، شما دیوارای اهالی خونه های مردم تو میلکی ببینید، آب گذاشتن که پرنده ها بدون آب نمونن، تو فصلی که غذا کمه براشون غذا میذارن، چون اعتقاد دارن که این پرنده ها میتونن ضامن سلامتی منطقه شون باشن. یادمه من حدود بیش از 12 سال پیش برای اولین بار این مردم به من گفتن آقای درویش تو رو خدا بلند شو بیا به داد ما برس. و من وقتی که رفتم منطقه شون، اونجا یک رویشگاه جنگلی کنار و کهور ایرانی داشتن با پوشش خیلی انبوه که متاسفانه صنایع انرژی برق اونجا رو میخواستن تخریب بکنن و تبدیل بکنن به ادامه منطقه عسلویه و پارس جنوبی. و من همون موقع خب وقتی منطقه رو دیدم زنگ زدم به
یکی از همکارانم در مرکز که آخه شما چجوری در سازمان جنگل ها، آقای فریبرز غیبی که مدیر کل جنگل های خارج از شمال بود، گفتم شما چجوری به یه همچین جایی مجوز دادین که تغییر کاربری پیدا بکنه؟ اینجا پوشش جنگلیش بالای 70%. بعد اون گفتش که ما بررسی کردیم دیدیم نه اینجا زیر 5%. گزارش هایی که تو میدانی به ما دادن، گفتم بابا من خودم تو منطقم دارم میبینم که بالای 70%. خلاص اون بنده خدا دستور بررسی مجدد داد و فهمید که بالاخره در اثر رانت و فساد یک گزارش اشتباه به خاطر چند ریال بین ببرن و کاری که ما کردیم باعث شد که اون جنگل حفظ بشه و مردم میلکی، مردم پارسیان، مردم گاوبندی اصلا وقتی دیدن یه نفری از مرکز اومده و اینجوری به دادشون رسیده و بهشون کمک کرده جنگلشون حفظ کردن، به من گفتن آقای درویش ما چیکار دیگه میتونیم بکنیم برای حفظ محیط زیست؟ و اونها به خاطر همین امیدی که امثال درویش ها توشون ایجاد میکنه، رفتن یک کتابخونه محیط زیستی درست کردن. اونجا تنها روستاییه که خیلی جالبه تعداد دوچرخه هاش بیشتر از آدم هاشه. بچه های روستا همه با دوچرخه تردد میکنن، چه دختر چه پسر. سه شنبه های بدون خودرو را همیشه در واقع جدی میگیرن. من از خانم ابتکار خواستم اون موقعی که معاون رئیس جمهور بود که بیا بریم و این کتابخونه محیط زیستی رو افتتاح بکنیم و این اثر خیلی خوبی تو مردم این روستا باقی گذاشت. این بازخوردا باعث شد که هی میلکی خودش رو ببره بالاتر، هی ببره بالاتر و احساس بکنه که داره دیده میشه. این کاریه که رسانه باید انجام بده، این کاریه که روزنامه‌ها، خبرنگارای مثل شما باید انجام بدن و این صداها رو بیش از پیش بشنون و این خودش میتونه به توان افزایی جوامع محلی هم کمک بکنه. بسیار خوب، بسیار خیلی. من خیلی مشتاق شدم این میلکی رو برم ببینم، مخصوصا که حتما. آره اونجا یه آقایی هست به نام آقای احمد مبارکی که بچه بسیار دوست داشتنی، حتما شماره تلفنش رو بهتون میدم باش ارتباط برقرار کنین. یه خواهری هم داره که معلمه و اصلا نمیدونی چه رابطه خوبی با بچه ها دانش آموزا برقرار میکنه، خانم مبارکی عزیز، که خیلی دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم سرزمین خودشون رو عاشق طبیعتشون بکنن. آفرین آفرین آقای مهندس. پس بازم ما برمیگرده به همون ماجرای فرهنگ، یعنی شما اگر فرهنگ سازی انجام بدی، یه فرهنگ سازی درستی اتفاق میفته، میتونیم هم محیط زیستمون رو داشته باشیم و هم از طریق همین نگهداشت و پاسداشت محیط زیست باز یه درآمد ثابت هم برای مثلا منطقه خودمون، برای روستای خودمون تعریف کنیم. دقیقا همینطور. بله. من فقط تایم رو پرسم ببینم چقدر تایم داریم. 10 دقیقه دیگه. خب ما 10 دقیقه دیگه آقای مهندس در خدمت شما هستیم. میخوام ببینم اگر شما آقای سپاهی میخواستم بگم که اگه امکان دارین 10 دقیقه هم اجازه بدیم به بینندگان اگه سوالی دارن کامنت ها رو باز کنن، اگه احیانا چیزی اونم مردم هم مشارکت کنن تو گفتگوی ما بد نیست. ولی حالا تا سوال بیاد شما سوالتون هم مطرح کنید. آره من دارم میخواست بپرسم اگر شما یه مسئولی در صدا و سیما میبودی مشخصا میرفتید سراغ چه کارهایی که به نظرتون باید انجام میشده و انجام نشده؟ بله خب ببین، این که میگن صدا و سیما یک دانشگاه است، واقعا یه دانشگاه است دیگه. شما ببینید همین کار قشنگی که برنامه فرمول یک آقای علی ضیا و دوستانش انجام دادن، اخیرا فعالان محیط زیستی بندر دیگر رو آوردن تو برنامه شون. اونها صدای مردم دیگر، صدای جنگل های هرار رو در عالی ترین سطح به گوش مسئولین رسوندن. خب چقدر کمک کرد به این که مردم امیدوار باشن، این سرمایه اجتماعی شکل بگیره، اصلا این جو ناامیدی که نسبت به صدا و سیما داره شکسته بشه. خب اینا همه بسیار مؤثره. صدا و سیما به کمک شبکه گسترده خبرنگارانش میتونه قصه این آدم‌های موفق رو کشف بکنه و گزارش بکنه
و من اگر جای مسئولین صدا و سیما بودم، یکی از مهمترین وظایف صدا و سیما رو کشف همین استعدادها میدونستم، فارغ از این که اینها چه جنسیتی دارن، چه مذهبی دارن، چه طبقه اجتماعی دارن، خودی هستن یا غیر خودی هستن یا نخودی هستن، به همه اینها میپرداختم و به این ترتیب نشون میدادم که واقعا ایران متعلق به همه ایرانیانه و نه فقط به دوستان ما. صدا و سیما خیلی میتونه موثر باشه تو این حوزه واقعا. درسته، بسیار. یکی از دوستان نمیدونم شما سابت میبینید؟ بله منم میبینم، ولی چون افقی گذاشتیم سخت دیدنش. منم مشکلم برای افقی دارم گردنم رو کش میکنم. یکی از دوستان گفته از فروش صلواتیان و جادموریان تنها نیستن، یه یادی بکنید که آره من خودم یه آره. سخت کامل رو باشون گفتگو گرفتم اوائلی که شروع کرده بودم و خب خیلی کامل آره. ببین خوشبختانه تعداد بچه های موفق خیلی بیشتر از اون تعدادی هم که من یاد کردم. سروش واقعا بچه بی نظیریه و داره کار خیلی بزرگی رو اونجا انجام میده. الان در واقع برندی درست کرده به نام جاز کالا و داره واقعا به تولید محتوا کمک میکنه و داره خیلی در واقع به کارآفرینی تو منطقه کمک میکنه. الان داره مدرسه میسازه و دیگه از حالت ماهی دادن گذشته و داره ماهیگیری یاد میده. این همین کار امیرحسین فرزانه تو دریاچه صورتی تو یکی از مناطق محروم بلوچستان داره انجام میده و در واقع این همین کار رو دوستان دیگر ما دارن تو منطقه جکی کور انجام میدن. آبشیرین کن درست کردن، مؤسسه طهورا داره این کارو میکنه و برای 5000 نفر از اهالی آب شیرین فراهم کرده تا اونها نیان وارد زیستگاه های گاندو نشن که در واقع اتفاقات ناخوشایندی که چندی پیش افتاد، چند تا از بچه ها دستشون یا پاشون آسیب دید دیگه آسیب نبینه. خیلی تعداد آدم های مؤثر تو سرزمین ما که بیچش داشت و بیمنت دارن کار میکنن خوشبختانه زیاده و این میتونه خوراک خوبی باشه برای مستندسازا، برای آدمهای از جنس رسانه، برای قصه‌گوها. ما دیگه الان فقط یه ریزعلی خواجوی نداریم و آدمهای خیلی زیادی داریم که میتونیم قصه اونها رو روایت بکنیم. خود من یه هشتگی توی صفم دارم به نام بهانه‌های سرکردن زمستان و سعی کردم این آدمها رو در واقع معرفی بکنم. درسته. یکی از دوستان گفتن راجع به بختگان توضیح بدید، حالا مشخصا نگفتن که چی. یکی از دوستان گفتن راجع به روستاتیش هم بگید چی یادشون بکنید. شاید به این دلیل که امشب داریم از این چیزای حرف میزنیم که حالمون به شب خوب میکنه تا بحثای دیگه. بله خب بختگان یکی از بزرگترین و مهمترین تالاب‌های داخلی ماست که خب متاسفانه به دلیل افزایش بارگذاری در بالادست رودخانه‌های کر و سیوند، ساختن همزمان 3 تا سد درودزن، ملا صدرا و سیوند وضعیت بسیار نگران کننده پیدا کرده و اغلب روستاهای اطراف بختگان دارن از سکنه خالی میشن. ولی خب همونجا همین اخیراً که من رفته بودم تو منطقه بناب دیدم که مدرسه اون منطقه یک کار جالبی کرده، داره به دختر بچه ها یاد میده که بیان و گیریم بافی یاد بگیرن و از طریق هنرهایی که دارن تولید معیشت مکمل بکنن تا مجبور نباشن اهالی برن سراغ گسترش کشاورزیشون، چاهای عمیق بیشتر حفر بکنن و در نهایت مجبور به مهاجرت از منطقه بشن. یه آدم خیلی باحالی رو من تو منطقه ارسنجان باش آشنا شدم به نام حسین یار محمودی که یه نهضت بزرگی رو انداخته برای کمک به کسایی که میخوان اقامتگاه‌های بومگردی داشته باشن و خب پرچم امید رو تو منطقه ارسنجان در واقع حسین آقا بلند کرده و امیدوارم که امثال حسین آقا در واقع بتونن رشد بکنن. اونجا با یه دختر بچه آشنا شدم به نام زهرا هاشمی، 5 ساله بود، سواد نداشت، قصه‌شو توی صفم نوشتم، اما آنچنان در مورد
ویژگی های مثبت زنبورها میتونه برای شما سخنرانی کنه، لکچر ارائه بکنه که خیلی از آدم بزرگا نمیتونن ارائه بکنن، و این زهراها میتونن واقعا امید آینده بختگان باشن. من همیشه گفتم که بختگان بخت ایرانه، و اگه میخواییم بخت ایران همچنان بمونه باید دوباره تلاش بکنیم تا بختگان احیا بشه. درسته. یکی دیگه از دوستانم باز گفتن راجع به درختای قرص هزار مسجد، البته گفتن توضیح بدید در همین حد، چیز دیگه نگفتن، نمیدونم مراد منظورشون چی هست. اگر حالا دوست دارید که راجع به هزار مسجد و درختای قرصش حرف بزنید، بازی کوتاه در خدمتتون باشم. خودت رفتی اونجا رو دیدی تا حالا؟ آره عالیه، من چندین بار رفتم. بله احتمالا اونجا دوچرخه سواری هم کردی ها. من اونجا نتونستم برم، دوستان رفتن، من خودم نه، ولی خب اصلا هزار مسجد دیگه باید آدم بره، مخصوصا بهارش رو باید ببینه و چشم‌اندازهای شگفت و عجیبش رو، گله های گوسفندی که میان در اون فصل، و خلاصه هر لحظهش یه حس و حال خاص خودش رو داره که من پیشنهاد میکنم انشاءالله در وقت خودش که بهار میتونه باشه سفر کنن به هزار مسجد و بعد ببینن. و البته اونایی که درخت قرص رو میشناسن میدونن که چقدر مهم هست و خب باید در حفظ این گونه مهم ایران هم تلاش کرد. بله هزار مسجد، هزار مسجد، این نکته رو بگم که همین به خاطر تا بیش از 3000 سال دوام داشته باشه، هیچ گونه دیگری در ایران، هیچ زیستمند دیگری در ایران یارای رقابت با قرص نیست و ارزشمندترین رویشگاه ایران و بلکه جهان رویشگاه قرص که ما در منطقه گلول و سرانی، در منطقه شاهرود، در واقع همین جاده چالوس و در منطقه هزار مسجد در خراسان ما میتونیم اینها رو ببینیم. بسیار جای ارزشمندی، غیر قابل ارزش گذاری. امیدوارم هموطنان ما قدر چنین رویشگاهی رو بدونن. بله بسیار خوب. من یه سوال دیگر رو مطرح کنم. یه دوستی گفتن دانشجویان منابع طبیعی چه کاری میتونن انجام بدن؟ احتمالاً باز منظورشون در کمک به محیط زیست ایران بوده. فکر کنم این سوال پایانی باشه و بعد سوالات‌های پایانی شما هم بشنویم. بله ببینید، دانشجویان اتفاقاً یکی از توصیه‌های من اینه که برای جلسات بحثشون، برای پایان‌نامه‌هاشون بکنن از این شهر و دانشگاه، برن آدم هایی مثل حسین داستان نما ها رو شناسایی کنن، سعید انصاریان ها رو شناسایی کنن، علی نصیری ها رو شناسایی کنن، قصه تاب‌آوری اونها رو بیان به زبان علمی و فنی توی مکتب علمی خودشون شرح بدن، براش فرمول های موفقیت در بیارن که چگونه میتونیم به مفهوم واقعی کلمه مهار بیابانزایی کنیم، چگونه میتونیم به مفهوم واقعی کلمه آبخانداری کنیم، چگونه میتونیم به مفهوم واقعی کلمه آبخیزداری کنیم، از این تجربه ها و از این فرهنگ کهن یاد بگیرن، چگونه ما میتونیم روش های مثل کشت آدوری، مثل گیرماسه، مثل تیرون دادن رو بروز بکنیم. بچه های دانشجوی ما در رشته های فنی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست خوراک خیلی زیادی دارن برای پایان نامه های خودشون، به شرطی که برن بهشون مسئولین و اولیای دانشگاه این مجال رو بدن که سرزمین خودشون رو ببینن و از دل دیدن سرزمین خودشون جرقه هایی بزنه برای اینکه بتونن پایان نامه های کاملا به درد بخور اورجینال تولید بکنه. درسته. آقای مهندس دستتون درد نکنه. من خیلی خوشحال شدم که امشب از طریق پیج بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی در خدمتتون بودم. خب بنیاد رو هم دوستان اگر نمیشناسن همین به اختصار من بگم که تلاش میکنن که هم فرهنگ سازی بکنن در حوزه های مختلف از نیکوکاری گرفته تا محیط زیست و بقیه موارد،
هم فرهنگ سازی بکنن و همین که مردم رو تشویق میکنن به حرکت‌های انسانی در حوزه‌های مختلف که نیاز امروز جامعه ماست. اگر صحبت خاصی دیگه ای دارید من در خدمتتون هستم. بسیار متشکرم، خیلی گفتگوی خوب و دلچسبی بود، کیف کردم با شما صحبت کردم. جناب یونسی عزیز، انشالله که شما هم موفق باشید و بتونید، شما خود شما هم یکی از در واقع بهانه های سرکردن زمستان هستید، کارهای خیلی زیادی دارید انجام میدید، چرا خاموش، و امیدوارم که بنیاد حرکت انسانی از آدم های مثل شما بیشتر حمایت بکنه، از مهرعلی ها در خراسان حداقل، و ما به این ترتیب تعداد کسانی که پرچم امید رو در کشور ما به اهتزاز درآوردن بیشتر بشه. انشاءالله. ممنونم آقای دکتر، شبتون خوش و شب همه دوستانی که تا این ساعت با ما همراه بودن هم خوش. ممنونم و خدا نگهدار همگی.